منو فال دارم، فال حافظ. مسافری مسافر داری، غم داری، قصه داری، یه دونه بخر با حافظ مسئولیت کن، دردتو دعوا میکنه، بفرما ایشالله که مشکل ترشی آخان کاری میکنه. کارستون پنجات قابل نداره، بعضی وقتا این آبیه که بریزی رو آتیش، این شفاست. پدر مادر داری؟ چیه؟ فکر کردی بی بوتم؟ دارم، خوبشم دارم. کجا زندگی میکنی؟ جایی که من زندگی میکنم راست کار شما نیست، گاراژه، بگیر و ببندش زیاده. من فقط میخواستم بدونم کجا زندگی میکنی، همین. آیسا آبجی، آیسا، تا دیر نشده برگرد. نمیفهم چی میگی. ببخشیدا، داشت یه حرف اشتباه هم نزده تا حالا. من خودم ختم روزگارم، همه تونم میشتسم. با نگاه اول فهمیدم فلنگو هستی. فهمیدی که فهمیدی؟ و زناتت نشون نمیده دل گاراژ خوابیدن داشته باشی و جرمزهی ولگردی. حتی با یه پخ دورش گردی و خونه زدی بیرون. برو آبجی با کتک ننه بابات بساز، یه نون بخور، صد تا هم خیرات بده. یکی دیگه هم این فاله هم بخیر. خب چی هست؟ والا میدونی بخارش میره. خانه تو هم بخارش میره. بهتر از این نمیشه نه؟ نه چی حالا؟ باور کنین از موشک هوا کردن خیلی سختره، خیلی فوت و فن میخواد. حجم کم، عطر زیاد، عشق و وفا، مهر و وفا، چشم به او میافتد، آب دهان را میافتد، عشق و وفا، جور و جفا. حیای گربه کجا؟ بگیر همه درخشان. میدونین چه شغلی نزدیکتره به آشپزی؟ چه شغلی؟ شاعری. من تا حالا فکر میکردم تو فقط عاشقی، الان فهمیدم هم عاشقی هم کاسب. رد کن بیاد. سلام علیکم، خیلی خوش اومدین، بفرمایید. پیشنهاد سرآشپز غذای روزه. خوب، متشکرم. خواهش میکنم. سفارش غذای روز. گفتم که انتخاب سرآشپزه. حالا بدش میدم. من میخوام بهشون تبریک بگم بابت انتخاب این رستورانشون. تو گوش وای میسی. نه بابا گوشو ول کن. امید. میدونید؟ هیچی تو بیدیان چی شد؟ خشم چی بهش گفتی؟ هیچی، میدونید تو زندگی بس دیگه، کمکش کنیم ببریمش بالا. بفرمایید امومت کم نمیتونیم یاده کنیم. میخوام ببینم چی شده آخه. ای بابا، خب منم میخوام ببینم چی شده، میذارین یاده. من میگم بذار آمبولانس خبر کنیم. بابا چیزیش نشده، یه خود ضعف کرده دختر مردم. درخشان، من فکر میکنم اگه سوءاستفاده با نبات براش درست کنم خیلی خوب باشه. خب همین چیزا رو لابد به خوردش دادی دختر مردم اینجوری شد. من بابا تو هیچ نخورده بود. خیلی خوب، پس بفرمایید رستوران رو بری کردی به عمون خود اومدی اینجا تا خور حرف بزنی. ولی آمبولانس خبر کرده بودیم بد نبود. آقا جون میگم بریم به خانوادش خبر بدیم. بدم نیست. من میگم سوءاستفاده با نبود خیلی خوبه. باور اونم بدم نیست. نه داری میری؟ آها که میری؟ چشم از دسته بزنم یه ذره بخور، حالت خوب میشه. دخترم اسمت چیه؟ نرگس. نرگس
منم سهرم، ایشونم عمه من هستن. نمیخوای به خونه تلفن کنی؟ آخ، تلفن ندارین؟ خب اب نداره. خب اشکال نداره که تو آدرس تو بده، من یکی میفرستم در خونه خبر بده. ترسیده؟ ترسیدی؟ نه ترس، یه چیزی بگو. خب من خیلی مزاحم تو شدم. ببخشید. کی گفت؟ ای بابا چرا؟ نرو. اوه 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 حالش خوب نیست. ای وای این ضعف کرده بابا. مگه میتونی اینطوری سر پا بیستی؟ سهر بود بوسش یه چیزی بیار بخوره بچه. خب الان برات میارم. نه نداره. آخه بمیرم. ببخشید من خیلی اینجوری مزاحمتونم. ای بابا یه حرفا چیه؟ تو از حال رفتی، ضعف کردی. حالت که بهتر شد خودم میرسونمت خونتون. فقط اگه شماره تماسی از در همسایه کسی داری بده، من زودتر زنگ بزنم خونتون از نگرانی در بیارم خانوادتو. تو صدای منو میشنوی؟ چرا؟ میدونی من هیچ کسو ندارم. بابا و مامانم 6 ماه پیش تو تصادف مردن. وای لاهی من بمیرم. خب الان کجا زندگی میکنی؟ الان هیچ. فامیلی؟ کسی رو نداری؟ نه، یعنی یه خاله و دایی دارم، بعد اونا الان اینجا نیستن، خارجن. خب تا حالا کجا بودی؟ تا حالا همه جا، ترمینال، فرودگاه، ایستگاه اتوبوس، پارک. بیا نرگس چون برات غذا آوردم. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. خیلی ممنون. نداره. این هم یه ذره بخور. خوشمزه است. بخور دیگه. خودت بخور. درسته حسابی بگید ببینم چی شده. یکی دو سه ساعت پیش. نه یک ساعت و نیم پیش. یه دختر 18-19 ساله اومد اینجا. منم منوی غذا رو بردم بهش دادم. اونم انتخاب سرآشپز برای خوردن غذای روز انتخاب کرد. بالاخره تو منو رو بردی یا سهیل؟ این مهمه. نه 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 سهیل منو رو بود. منم از اونجایی که من سرآشپز هستم غذای روز خیلی برام اهمیت داره. خب من چون که مقدار کالری ها رو خیلی فهمیدم. بقیه‌شو نمیخواد بگی. غذا رو خورد بعد قش کرد. نه هنوز امید غذا رو نذاشته بود جلوش که فلو شد. ضعف شدید داشت. رنگ و روشم همچین پریده بود. صبر کن ببینم. چیزی هم همراهش بود؟ یه کوله پشتی همراهش بود. خب که گفتید یه کوله پشتی همراهش بود. به نظر من اصلاً کار درستی نیست. منم همین نظر رو دارم، ولی میگم شاید سر نخی پیدا کنیم. اگه تو کیفش خبری بود که خودش دور نمی کرد که. اتفاقاً برعکس، اون مخصوصاً این کار کرده که ما به شک نکنیم. عمه جون، آقا جون راست میگن، این کار لازمه. محال اجازه بدم. آقا جون اون به ما اعتماد کرده آخه. ببخشید جسارت همین الان به فکرم رسیده. اون ممکنه به ما اعتماد کرده باشه که بعداً بهره برداری. موافقم. هرچند کار از محکم کاری عیب نمی کنه. بله ما باید حتما تو کیف رو نگاه کنیم، شاید خدای نکرده چیز محرمانه ای توش باشه. بله بله ممکنه طلایی، جواهری، چیز مسروقه ای و یا خدای نکرده چی؟ مواد مخدر. یعنی ممکنه؟ هر چیزی ممکنه. وای به حالش. عجش
سلام. 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 خیلی ممنون. اتفاقی افتاد؟ نه ما فقط اینو دارم گپ می‌زنیم با هم. نقش شد بهتر تو بخوابی خوبه. چطوری بهتر ممنون واسه من فقط یه خورده گشنم. گشنشه گشنشه. سراغ خانواده که به چه درد می‌خوره. نه 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 لازم نکردی. من خودم براش سوپ پختم. اصلا درد نکنه. بله امره با خوری سوپ درست میکنه. بله چه؟ هیچی خواه هیچی برید برید شما برید برای چی بایستدی رستوران برید کردی به امون خدا که چی؟ برید دیگه بله برید فقط یه احتمال بدیم که راست گفته باشه خیلی دردناکه یه جورای عجیبه مشکوک آقا مشکوکه به هر حال بی کس و کار شدن خبر نمیکنه. تقدیرش این بوده مهم اینه که اون الان به کمک احتیاج داره و در این شرایط وظیفه تک تک ببین ما خودمون اینو میدونیم من میدونم که شما میدونیم نه هممون میدونیم چشم ولی در هر صورت بنی آدم اعضای یک آشپزخونه میدونم این فقط یه احساس همدردی همه درخشان من دلم واسه این قشر آدم ها کبابه به قول شاعر عشق میگم که گفتی نزدیکترین کار به آشپزی چیه؟ شاعری پس بودو که شعر تو قابلمه داره میسوزه بودو بله ولی به قول شاعر عشق بله بله شما راست میگی نگه داشتن یک دختر مجهول و مرموز شرط عقل نیست یعنی بیرونش کنیم؟ چاره دیگه ای ندارین فردا صبح که پاشه خودش میره کیفش هم که دیدین خبری نبود کجا بره؟ آخه کجا رو داره بره؟ یه دختر تنها تو این شهر شلوغ بی سرپناه بالاخره باید یه نفر رو داشته باشه هیچ کس خب حالا فردا صبح یه فکری به حالش میکنی فردا صبح؟ مگه قرار شب بمونه؟ خب اگر خدایی نکرده نصف شب پا شد و اومد بالای سر شما و دستشو انداخت دور گردنتون و یکم فشار داد بعد بلند میشه طلا و جواهراتو بر میداره و ولنگو میبنده بعید نیست ولی فراموش نکنید که اول اون بود که به ما اعتماد کرد ولی من فکر میکنم که خیلی بیازار به نظر میرسه خواسته اینطور به نظر برسه به شما اعتماد کرده تا اطمینان شما رو جلب کنه مجبورم این احتمال رو در نظر بگیرم ببخشید جسارته من نتیجه گیری میکنم که امشب پس عمه خانم خب نباید با این خانم مرموز تنها باشه نه؟ باشه قبوله من امشب پیش شما میمونم مطمئنم که هیچ اتفاقی نمیافته منو بیخبر نذارین هر چیزی ازش فهمیدیم منو در جریان بذارین فردا تتویشو در میاریم چی بگم والا چی میدونم سلام صبح بخیر بفرمایین خدمت خوب خوابیدی؟ عالی بود سنگین و راحت عین یه بچه خورخورم میکرد نمیدونی من واقعا تو این مدت همش فکر میکردم که دیگه آدم های خوب واقعا وجود ندارن ولی الان فهمیدم که اشتباه میکردم ولی خیلی شانس آوردی اومد اینجا آره واقعا خوش شانس بودم
باز دیگه تو چه فکری؟ من میگم که بهتر که صبونمونو بخوریم، چایت سرد میشه. آره، بعدش هم دوباره در به دری و خیابون گردیم. ببخشید، ناراحتتون کردم. محصلی نه؟ آره، سال آخر. با درس و مشق چیکار میکنی؟ دیگه بهش فکر نمی کنم. آخه اینجوری که نمیشه. یعنی منظورم اینه که حیفه، میدونی؟ آخه تو امسال سال آخری. نه با برای کسی که دیگه نمیخواد بره دانشگاه چه فرقی میکنه؟ ایوا چرا؟ واقعا نمیدونیم برای چی؟ خب برای اینکه دانشگاه دختر رو پر رو میکنه، روش باز میشه، سر از خود میشه، زبونش دراز میشه، اهل بگو مگو میشه، میخواد درسته آدم بخوره. تازشم گیرم آخر سر رفت خونه شوهر، چی میشه؟ سر یه سال مجبور برگرده بیاد خونه باباش. اصلا گیرم دختر دیپلمش هم گرفت، حیف فسفورایی نیست که واسه درس و مدرسه سوزونده. خب الان دیگه تنهایی، بهترین فرصته که برای آینده تصمیمای مهمی بگیری. کسی هم نیستی که باهات مخالفت کنه، یا هست؟ نه، یعنی میدونین، خب اینا یه سری چیزاییه که اصلا رفته تو کله آدم یه عمره. میدونین مثلا من خودم خیلی دلم میخواد برم دانشگاه، ولی انگار یکی به زور منو گرفته میگه آه تون نرو. یعنی نمیدونم، شاید هم اصلا درس و دانشگاه واسه دختر خوب نباشه. ولی ببین عزیزم، بهتره که، یعنی تو بهتره که درستو بخونی، برای اینکه حداقلش اینه که آدم یه مادر تحصیل کرده برای بچهش میشه. ها، مگه اینکه خودت به درس و دانشگاه علاقه ای نداشته باشی و اینا همه بهانه است. نه، من عاشق دانشگاهم، اصلا عاشق رشته ادبیاتم. میدونین همش خدا خدا میکنم توی رشته قبول شم. یه رقه سب کنی. بابا بخند، دیوارها را من خط خطی کردم، پنجره را من شکستم. ارتباطش با آن دیوار بتونی روبرو زیادی بود، میخواست مرا برنجاند. بابا بخند، همه چیز آماده است. نقشه فرار را با انگشت روی دیوار کشیدم، پنجره را شکستم. من منتظر اولین بادم، زیاد مهمان شما نیستم. بابا بخند. خیلی قشنگ بود. خیلی قشنگ بود. آفرین. حیف این همه استعداد نیست. حتما یه راهی پیدا میشه. آره، یعنی یه راهی هست. ببخشید، من میتونم اینجا بمونم؟ خب کار میکنم، همینجوری که نمیمونم، تو رستوران کار میکنم، ظرفا رو میشورم، ها، غذا هم بلدم بپزم. قول میدم از کارم راضی باشی. خب آخه نظر من تنها که نیست، شما میتونین راضیشون کنی. آخه میدونی نرگس جون، ببین تو میدونی که ما هیچی از تو نمیدونیم. میدونین آقا رضا، به نظر من هیچ چیز لذت بخشتر از کمک کردن به دیگران نیست. نیست؟ بله، اما به شرطی که اون طرف هم خودش بخواد بهش کمک کنن. بله؟ بله. آها، مگه کسی هم هست که نخواد به خودش کمک کنه؟ بله، خیلی زیاد. مثلا چه کسی نمیخواد به خودش کمک کنه؟ سوهل. سوهل نمیخواد به خودش کمک کنه؟ بابا صداش کردم، بیا بابا کارت دارم. دل شکستن هنر نمی باشد، تا توانی دلی به دست آور. سلام. سلام. سلام.
شما هم به شعر و شاعری علاقه مندین نه؟ اوه چه جورم. خب خیلی خوبه، میدونی تو من اصلا خودم شاعرم. خب من چیکار باید بکنم؟ ببخشید مگه قرار کاری بکنید؟ بله خب منو فرستادن اینجا بیام کمک شما. ببخشید من فکر نمی کنم اینجا کاری باشه که شما انجام بدید. غیر ممکنه. خب حتما یه کاری هست. سبزی پاک کردن، شستم، شستن خورد کردن، خورد کردم، شستن، همه پخت و پز، همه چی. وای شما نمیدونی من چقدر خوب کیک میپزم. از من بهتر؟ ببخشید شاعر میگه که آشپز که دوتا شد چه یه وجب چه صد وجب. بله البته. خیلی معذرت میخوام، ببخشید، ولی اولا اون چیزی که شما فرمودین ضرب المثل شعر نیست. بله و اینکه اونم اصلش اینه که آشپز که دوتا شد آشیا شور میشه یا بینمک. با اجازه. ببخشید پس شما معتقد این که آشپز که دوتا شد یا آش شور میشه یا بینمک؟ بله. من دلم نمیخواد که آش یا شور بشه یا بینمک. آها یه کار دیگه هست که میتونین انجام بدین. کار من، میتونین اسمشم بذارید ایثار. آقا رضا ببخشید شرمندم، از این لحظه به بعد اگر این خانوم توی این آشپزخونه باشن من پامو توی این رستوران. خب خبر بدیم اینا. اول سلام. سلام. اطلاعات بده. آخرین اطلاعات اینه. چیه؟ سال آخر دبیرستانه. سال آخر دبیرستان. بعد؟ تو بخش شعر و ادبیات کانونم فعالیت داره. بس مطمئنی اسمش همینه؟ بخش شعر و ادبیات کانون. خب تو؟ من هیچی، ولی بالا غیرتم هر کاری میکنی سریعتر من از این بلاتکلیفی در بیام که این رو پوش بالاخره باید دررم یا بپوشمش. بسیار خوب، فعلا من میرم. من باید به این عمه خانم ثابت کنم، باید بهش ثابت کنم که سلام خانم. میگی نمیخوام سربار باشم. سلام. میخواد بره. باور کنین عمه خانم من هر کاری از دستم برمیاد انجام دادم، منتها تو آشپزخونه کاری نداشتم بدم ایشون انجام بدن. تا تتو قضیه رو در بیاریم باید نگرش داریم. ما الان در مورد این دختر مسئولیم. احمدی رفت تحقیقات. سحر مامانتو ندیدم، مسافرتن؟ نه مادرم فوت کرده. خدا رحمتشون کنه، من نمیدونستم. دلت واسه مامان تنگ نمیشه؟ روزی نیست که به یادش نباشم. خب عوضش خانواده خیلی خوبی داری، خیلی باهاشون راحتی نه؟ آره خیلی. سحر یعنی اصلا بهت گیر نمیدن؟ نه اصلا. بعد ببین هر جا دلت بخواد میتونی بری؟ بله هر جا که لازم باشه میتونم برم. خوش به حالت. میدونی چرا؟ برای که من از اعتمادشون سوء استفاده نکردم، برای اینکه حد و حدودی که برام تعیین شده رو حفظ کردم، اونا هم بهم بیشتر اعتماد داره. عجب. متاسفانه. فکرشو میکردم. بله حالا همه چیز روشن شد. من که نمیتونستم بدون اینکه اطلاعی داشته باشم بفهمم کی هست کی نیست، یه آدم غریبه رو بذارم تو خونه و زندگیم بچرخ. ببخشید آقای احمدی منبع خبرتون کجاست؟ انجمن شاعران جوان. تلفنشو پیدا کردم، زنگ زدم، آدرس گرفتم و رفتم اونجا. باید بگم که این یه انجمن منحصر به فرده. حالا 100% مطمئنی؟ به اسم نرگس و با این مشخصات فقط یک نفر هست و گفتن که
یک دفتر شعر داره که هیچ وقت از خودش جدا نمیکنه. باید بریم سراغش. این چه حرفیه میزنی؟ پدر و مادر صلاح ما رو میخوان. اگرم میخوان به خاطر خودشونه. خب که پدر مادرت 6 ماه پیش مردن. قضیه چیه؟ از خودش بپرس. نرگس چی بگم؟ معذرت میخوام. اینو بهش میگن سوء استفاده از اعتماد مردم. آخ. من که گفتم معذرت میخوام. قصد سوء استفاده نداشتم به خدا. اگه اجازه بدی من برم. تو هیچ جا نمیری. بابا یکی به من بگه قضیه چیه؟ اگه اجازه بدی من برم. تو رو خدا منو دست بابام ندی. بابات؟ خواهش میکنم، من نمیتونم با مامانم روبرو بشم. سحر، سهیل، نمیذارید هیچ جا بره. چشم ازش بر نمیدارید. باز تو رستوران رو ول کردی؟ به امون خدا. میدونم. الان میرم سر کارم. سری. ببین عزیزم، تو باید بشینی و رو در رو باشون صحبت کنی. من فکر نمی کنم اون قدم که شما میگین بی منطق باشن. باشه قبوله، فقط این که من خودم شخصا ترجیح میدم که تنها باشون صحبت کنم. خوبه. خب حتما یه راه حلی هست نه؟ آره حتما. کار نشود نداره. سهرتم بود که خیلی بی سخت گرفتن. نرگس بودو برو دنبالش. بازم من؟ نه پس کی؟ برو دیگه. مگه دستم بهش نرسه؟ شما فقط به هم نشونش بدین. شما نباید اینطوری برخورد کنی. چوبی برگردیم خونه. برگردم که چی بشه سر؟ دوباره تغییر بشم؟ آه من میخوام خودم واسه خودم تصمیم بگیرم. نه دیگه، اشتباه شما همینجاست. اون دختر منه. تا زمانی هم که تو خونه منه اختیارش دست منه. ببخشید من قصد دخالت ندارم، ولی نرگس خودش به ما پناه آورده و من اگه بدونم که ناامنیه توی خونه باعث شده که اون بیاد اینجا، اون وقت مجبور میشم به پلیس خبر بدم. پلیس؟ نه تو رو خدا، ما آبرو داریم. دختر منه، اختیارشو دارم. بهتون پیشنهاد میکنم تو زندگی خصوصی مردم دخالت نکنی. همش میگن تو نمیفهمی، حالیت نیست، حرف سرت نمیشه. خب بچه جون حتما یه کاری میکنی که بهت میگن حالیت نیست نمیفهمی دیگه. ای سهر، تو خودت گفتی هر وقت هر جا دلت بخواد میری، هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. وای مچ، من 1 ساعت برم از خونه بیرون برگردم باید بیام گزارش بدم. کلاس ادبیاتم هم دارم یواشکی میرم. دختر تو چرا نمیفهمی؟ بابا منم همه این چیزا رو گذروندم که به اینجا رسیدم. ای وای، من به تو چی بگم خدایا؟ نگاه به بعضی از دوستاش میکنه،
خب یکی نیست بهش بگه، شاید بعضیا نسبت به سرنوشت بچه‌شون بی‌تفاوت باشن. فرق میکنه با ما که نگران سرنوشت آیندش هستی. گفت میخوام برم کلاس شعر و ادبیات، گفتم به دردت نمیخوره، یه کلاس به درد بخور برو. گوش نکرد، رفت کلاس شاعری. شاعری؟ چه میدونم، انجمن شاعران جوان. ابا تو میدونستی؟ بله که میدونستم، از همون روز اول میدونستم. کورش پدری که ندونه بچهش کجا میره و چیکار میکنه. گفتم بذار به روی خودم نیارم، دعوا مرافع نشه، بگو مگو نشه، اعصاب خورد نشه، کوچیک نشم. گفتم جوونه، بذار بره دلش باز شه، کاراش هوسیه، بالاخره از صرافتش میفته. اما آخرش دیدم که چی؟ خانم میخواد بره لیسانس ادبیات فارسی بگیره. خب همینه دیگه، اشتباهتون همینجاست. اگه از اول همیشه بروش میآوردین، اونم عادت نمیکرد کاراشو یواشکی انجام بده. اگه تو میدونستی چرا چیزی نگفتی؟ دست پیش گرفتی پس نیفتی؟ تو چرا چیزی بهش نگفتی؟ ببین عزیز من، اگه فکر میکنی پارک و گوشه خیابون و ترمینال از خونه امتره، والا سخت در اشتباهی، هیچ این خبرها نیست. از خونه خودم که این زندونه که بهتره. کی گفته این حرفو؟ از صد تا اسارت هم بدتره، ناخودآگاه توی جریانی میافتی که نمیتونی قدم از قدم برداری. آقا جون تو تا حالا شده مثل بچه آدم بشینی روبروی پدر مادرت باشون حرف بزنی؟ من نمیخوام باج بدم سر. باج چی چیه بابا، این اسمش باج نیست. نرگس باید امتیاز بدی تا امتیاز بگیری. بیفایده است. ببخشیدا، من فکر میکنم که اگه به اندازه سن و سالش بهش مسئولیت بدین بهتره. آخه شما به من بگین، شاعری هم شد شغل؟ چه اشکالی داره؟ دخترای مردم همشون میشن دکتر و مهندس؟ اون وقت دختر ما میخواد بره دنبال علاقه است دیگه. بعد میگم نه، خب علاقه است دیگه. وقت شما نباید اصلا یه جوری باهاش برخورد میکردین که از خونه فرار کنه. من که حرف بدی بهش نزدم، فقط بهش گفتم حق نداری دنبال این رشته بری. ببخشیدا، خیلی ببخشید، من فکر میکنم برای تشخیص استعدادش شما اگه با یک مشاور مشورت میکردین، اون وقت اون رشته مورد علاقه دخترتون رو پیدا میکرد، میفهمید که تو چه رشته موفق تره. اون وقت اون دخترتون هم خب راضی میشد خیلی دیگه. ببخشید. مشاور؟ بله مشاور. شما مگه تو مدرسه مشاور نداشتی؟ خب حتما داشتین دیگه، تو باید میشستی باهاش صحبت میکردی، براش راجع به رشته مورد علاقه توضیح میدادی، اونم اگه تشخیص میداد که به نفعه با پدرت صحبت میکرد و قانعش میکرد. ولی شماها مشکلتون اینه که میخواین مسائلتون رو خودتون حل کنین. خب بابا جون با هم اختلاف نظر دارین، دعواتون میشه. ببین هیچ تضمینی وجود نداره که اون راهی که تو فکر میکنی تو رو به خوشبختی برسونه. اصلا تو تعریفت از خوشبختی چیه؟ از آزادی چیه؟ تو تا حالا پای صحبت های آدم دردمند نشستی؟ به حرفاش گوش کردی؟ نکردی دیگه، نکردی. قبوله، باید بهش میگفتم که میدونم کلاس شعر و شاعری میره. فکر میکنم مدرسهش مشاور داره، بهتره که یه صحبتی باهاش بکنیم. در واقع یه سوء تفاهم بوده و یک شک و تردید بیجا. امید، آقای امید. بله. لطف کن نرگس رو صدا بزن. من؟ پس سلام. خواهش می‌کنم. بفرمایید.
این چالا که همیشه خوش باشید. خیلی ممنونم. قربان شما. خیلی زحمت کشیدید. آقا زنده باشید. قربان شما. خیلی ممنونم. خدا حافظ. خوش اومدید. ممنون از همه چی. خدا حافظ. خدا حافظ. سلامت باشید دخترم. چش. خدا حافظ. فال بدم خانم. فال. خیلی ممنونم از همه. فال. دیروزی رو هنوز نخوندم. نخونده تعبیر شد. بفهم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. آخه ده دفعه بهت نگفتم این طرف رو نپلک. بدو برو خونتون. بدو بدو بفرمید. دست درد نکن. پنجات سهرم دول برو خونه.